حمله نیروهای مرزی ایران بر افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلیبرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سلام تایمز می نویسد: نیروهای مرزی ایران بالای کارگران بند کمال خان در نیمروز حمله کردند. نیروهای امنیتی افغان این حمله را در حال دفع کردند که مقامات محلی و باشندگان به ایران هشدار دادند تا مداخلات بدخواهانه خود در انکشاف زیربناهای افغانستان را متوقف کند. مقامات محلی در ولایت نیمروز گفتند نیروهای مرزی ایران در آخرین اقدام تهاجمی خود با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین بالای افغان‌های حمله کردند که در کانال بند کمال خان در دریای هلمند کار می‌کردند. مقامات در ولایت هممرز با آخرین حمله بالای کارگران بند افغان در ولایت نیمروز می‌گویند که تهران خصومت خود را نسبت به منابع طبیعی و انکشاف زیربناهای افغانستان افزایش می‌دهد. مقامات محلی در ولایت نیمروز گفتند نیروهای مرزی ایران با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین بالای افغان‌هایی که در کانال بند کمال خان در دریای هلمند کار می‌کردند حمله کردند. محمد نبی براهوی معاون والی نیمروز گفت کارگران ملکی هنگامی که در منطقه عبدالرحمن گودر در کانال‌های لب دریای هلمند کار می‌کردند با مخالفت نیروهای ایرانی روبرو شدند که بالای آنها در خاک افغانستان آتش گشودند. وی گفت نیروهای سرحدی افغان به نیروهای ایرانی پاسخ شدید دادند و درگیری‌ها در برای چندین ساعت ادامه یافت. از تلفات نیروهای افغان گزارش نشده است. وی گفت سواحل دریای هلمند که باشندگان آن دهقانی می‌کنند هر سال مستحکم شده و کانال‌ها صاف می‌شوند، اما امسال سربازان ایرانی تلاش کردند تا کار در خاک افغانستان را متوقف کنند. نعمت الله صدیقی یک عضو شورای ولایتی نیمروز گفت هدف از استحکامات و اعمار کانال ها این است که از تغییر مسیر دریای هلمند جلوگیری و جریان آب رایگان به ایران متوقف شود. وی گفت کارگران با اسکواتورها در خاک افغانستان کار میکردند و هیچ کاری را با ایران نداشتند، اما سربازان ایرانی میخواستند کار استحکام دریا را متوقف کنند. وی گفت نیروهای مرزی ایران با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین بالای کارگران افغان و ماشین آلات آنها حمله کردند که در نتیجه آن برخی از ماشین آلات آسیب دیدند. صدیقی گفت مرمی‌های ایرانی حتی به شهر زرنج مرکز ولایتی اصابت کرده و برخی از خانه‌های رهایشی را متضرر کردند. آب دیگر رایگان نیست. با تکمیل شدن بند کمال خان در نیمروز آبگیری از اواسط ماه دلو آغاز شده است. مقامات محلی می گویند در ماه گذشته میلیون ها متر مکعب آبی که به طور رایگان به ایران سرازیر می شد در ذخیره‌گاه این بند ذخیره شده است. گل احمد احمدی معاون شورای ولایتی نیمروز گفت در نتیجه حکومت ایران خصومت بیشتری را نشان می دهد و می خواهد که منطقه را بی‌ثبات بسازد. وی گفت بند کمال خان جریان آب رایگان و کنترل نشده به ایران را متوقف کرده است. همچنان گفت مقدار آبی که ایران تحت توافقنامه های تاریخی با حکومت افغانستان از دریای هلمند حق دارد برای آبیاری زمین های زراعتی آن کافی نیست. احمدی گفت ده ها سال است که حکومت ایران زمین های خود را با آب رایگان از دریای هلمند آبیاری می کند و در نتیجه هر سال میلیون ها دلار را از صادرات زراعتی خود کسب می کند. وی گفت هر قدر که حکومت ایران نسبت به بندهای افغانستان تهاجمی تر شود، افغان ها نیز در مورد محافظت از پروژه های ملی خود به همان تناسب جدی تر خواهند شد. وحید میرزاد یکی از باشندگان شهر زرنج گفت نیروهای مرزی ایران با واکنش شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. وی گفت از زمانی که کار ساختمان بند کمال خان آغاز شده است، حکومت ایران معمولا به طور مستقیم و غیر مستقیم بر خاک افغانستان حمله کرده است تا از ساختن آن جلوگیری کند. ایران نمیخواهد که کانال ها ساخته شوند، زیرا کانال ها جریان آب رایگان به ایران را متوقف خواهد کرد. میرزاد هشدار داد
اگر ارتش ایران یک بار دیگر بالای بند کمالخان یا کانال های آن حمله کند، تمام جوانان اهالی نیمروز اسلحه برداشته و در کنار نیروهای امنیتی افغان در برابر تهاجم ایران خواهند ایستاد. ناظرین میگویند تمام تلاش های ایران برای جلوگیری از اعمار بندها و دخالت های بدخواهانه آن در حوزه غربی افغانستان ناموفق بوده است. بندهای سلما و پاشدان در هرات، بند کمالخان در نیمروز و بند بخش‌آباد در فراه تا سالهای اخیر به طور مکرر مورد حمله قرار گرفتند، اما نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان تمام این حملات را دفع کردند. عبدالقادر کامل، یک تحلیلگر امور سیاسی در شهر هرات، گفت آن روزها گذشتند که حکومت ایران می توانست بندهای افغانستان را با زور تخریب کند. وی گفت حکومت ایران در چند سال گذشته با استفاده از گروه های تروریستی بسیار تلاش کرده است تا از اعمار بند در حوزه غرب جلوگیری کند، اما این تلاش ها نتیجه نداده است. وی افزود هیچ حمله جنگجویان وابسته به ایران بالای بندها موفق نبوده است. کامل گفت حکومت ایران باید از تخریب بندهای آبیاری و برق آبی در افغانستان دست بردارد و به جای مداخلات مخرب خود باید مذاکرات مسالمت آمیز را با مردم و حکومت افغانستان انجام دهد و به خاطر به دست آوردن آب مورد نیاز خود به موافقت برسد. عبدالصبور عطایی، یکی از فعال جامعه مدنی، در نیمروز گفت حکومت ایران باید این حقیقت را بپذیرد که زمان دریافت کردن آب رایگان گذشته است و باید هزینه آب اضافی را به مردم و حکومت افغانستان پرداخت کند. وی گفت نیروهای امنیتی ما به خوبی ثابت کردند که می توانند از پروژه های زیربنایی به ویژه بندها محافظت کنند. وی افزود اگر حکومت ایران می توانست بندها را در افغانستان تخریب کند، این کار را در 20 سال گذشته انجام می داد. در همین حال صفحه رسمی تلویزیون ملی و نقل از اداره ملی تنظیم امور آب می نویسد در پی حمله افراد مسلح بالای بند پاشدان ولایت هرات، 3 تن از نیروهای امنیتی شهید، 1 تن زخمی و 4 تن دیگر مفقود شدند. سخنگوی این اداره می گوید که این حمله ساعت 3 صبح امروز رخ داده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.